تهیه نخستین نقشه از شبکه زیرزمینی قارچ‌ها. دانشمندان قرار است برای نخستین بار نقشه‌ای از شبکه وسیع قارچ‌های زیرزمینی تهیه کنند. قارچ‌هایی که از آنها به عنوان دستگاه گردش خون کره زمین یاد می‌شود. هدف از تهیه این نقشه محافظت از قارچ‌ها و افزایش توانایی آنها برای جذب و ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن اعلام شده است. قارچ‌ها برای ساخت و گسترش شبکه خود که درون خاک قرار دارد از کربن استفاده می‌کنند. برای این کار قارچ‌ها به ریشه درختان و گیاهان متصل می‌شوند و در ازای دریافت کربن مواد معدنی را به گیاهان و درختان انتقال می‌دهند. در حال حاضر هزاران میلیارد کیلومتر از شبکه زیرزمینی قارچ‌ها در سراسر جهان وجود دارد که نقش بسیار مهمی در حاصلخیزی خاک ایفا می‌کنند. کشف نزدیک‌ترین سیاه‌چاله‌های دوتایی به زمین. دانشمندان توانستند نزدیک‌ترین سیاه‌چاله‌های دوتایی به زمین را که تا کنون رصد شده کشف کنند. سیاه‌چاله‌های دوتایی به سیاه‌چاله‌هایی اطلاق می‌شود که در فاصله بسیار نزدیکی با یکدیگر قرار دارند و همین امر باعث می‌شود در نهایت با یکدیگر ادغام شوند. این دو سیاه‌چاله از نوع کلان جرم هستند و در منظومه موسوم به NGC-7727 قرار دارند، یعنی در فاصله 89 میلیون سال نوری با کره زمین. پیشتر رکورد نزدیکترین سیاه‌چاله‌های دوتایی به زمین 470 میلیون سال نوری بود. دانشمندان تخمین زدند این دو سیاه‌چاله حدود 250 میلیون سال دیگر با یکدیگر ادغام می‌شوند. فروش میلیاردی نخستین آثار هنری یک سیستم هوش مصنوعی. 6 اثر هنری خلق شده توسط یک الگوریتم هوش مصنوعی به نام بوتو که نخستین آثار هنری این هوش مصنوعی محسوب می شوند و به شکل NFT عرضه شده حدود 1,300,000 دلار به فروش رفت. این سیستم هوش مصنوعی خود را با تمام آثار بصری هنرمندان تاریخ تعلیم داده و تمام جزئیات نقاشی های آنها را به خاطر سپرده است. داشتن این اطلاعات به علاوه الگوریتم های تعبیه شده در بوتو، این سیستم هوش مصنوعی را قادر ساخته تا به خلق آثار هنری بپردازد. فراهم شدن امکان تولید مثل در ربات‌های زنده. دانشمندان توانستند ربات‌هایی طراحی کنند که به گفته آنها نخستین ربات‌های طراحی شده از سلول‌های زنده هستند که می‌توانند خود را تکثیر کنند. این ربات‌ها که از آنها به عنوان زنوبات یاد می‌شود، به طور کامل از سلول‌های زنده ساخته شده‌اند و با استفاده از ابررایانه‌ها قابل برنامه‌ریزی هستند. به عبارت دقیق‌تر، این ربات‌ها از سلول‌های بنیادی جنین قورباغه ساخته شده‌اند. اکنون دانشمندان یک گام فراتر رفته و با استفاده از ابررایانه‌ها زنوبات‌ها را قادر ساخته‌اند تا تولید مثل کنند. طبق اعلام محققان، بررسی اشکال مختلف زنوبات‌ها با ابررایانه‌ها منجر به کشف شکلی از این ربات‌های زنده شد که می‌توانند با استفاده از فرایندی که دانشمندان آن را تکثیر سینماتیک مبتنی بر حرکت نامیدند، اقدام به تولید مثل کنند. از زنوبات‌ها که اندازه آنها به 1 میلیمتر می‌رسد، می‌توان در درمان بیماری‌هایی مانند سرطان استفاده کرد. کشف قدیمی‌ترین بقایای مربوط به انسان تبارهای دنیسووا. دانشمندان توانستند قدیمی‌ترین بقایای مربوط به انسان تباران دنیسووا را در منطقه سیبری روسیه کشف کنند. استخوان‌های کشف شده از این انسان تبار منقرض شده مربوط به 200,000 سال قبل است که در یک غار پیدا شده است. محققان همچنین توانستند در این غار برای نخستین بار ابزار و آثار ساخته شده توسط انسان تبار دنیسووا را کشف کنند. دنیسوواها به همراه ناندرتال‌ها نزدیک‌ترین خویشاوندان منقرض شده انسان‌های امروزی هستند.